تجدید حیات فرهنگی غرب در واقع سه ربع اول قرن 16 رخ داد. اواخر قرن 16 کم کم به سبب پراکندگی که در افکار پیدا میشه و عدم نظمی که همین تجدید حیات فرهنگی به وجود میاره و افرادکاری هایی که در این زمینه ها میشه، گروهی به این فکر میفتن در غرب که با اصول صحیح تری به تجسس علم و اشاعه فرهنگ بپردازن. یک کمی جریان اصولی تر میشه و در قرن 17 در واقع این به شدت پیدا میکنه و بیشتر متفکرانی که ما میشناسیم برمیگردن به اینکه در درجه اول در علوم و در شناخت، در هنر، در معماری، در طب و غیره باید اصولی تر بود و روش درست تری داشت. مسئله روش اصولی مطرح، هم در هنر، هم در سیاست، هم در نمیدونم معماری، طب و غیره. این روش اصولی رو دو تا متفکر بزرگ که اولی انگلیسی است فرانسیس بیکن، دومی فرانسوی است رنه دکارت بیشتر عنوان کردن و روش هایی که پیشنهاد که دادن با یکدیگر فرق داره. سنت انگلیسی بیشتر تجربی، اصلا فلسفه انگلستان یه فلسفه تجربی است و این به صورت روشی با فرانسیس بیکن شروع شده که نیمه دوم قرن 16 زندگی میکرده و در 27 سال هم در قرن 17 زندگی کرده. این کتاب معروفی داره و در اونجا عنوان میکنه که منظور از علم الزاماً رسیدن به حقیقت نیست، رسیدن به قدرت عملی است. یعنی باید علم فایده جو باشه و فایده داشته باشه و شناخت کلیات مثل دوره ارسطو کافی نیست. حتی شناخت بر اساس منطق سوری و عقل هم کافی نیست. اون چی که شخصی رو یا انسانی رو دانشمند و مفید میکنه نتیجه تجربه است، تجربه ملموسه حسی خارج. حتی عبارت معروفی داره که عقل در مقابل طبیعت باید سر تعظیم فرود بیاره، یعنی عقل انسانی منظورش، سر تعظیم فرود بیاورد تا از طبیعت قوانینش رو استخراج کنه، بفهمه طبیعت چجوری رخ میده و اوناست که به درد. ایشون این روشش رو با سه اصل پیدا کردن علت چیزها، وقتی خیلی ساده من میگم اینو، خیلی جنبه تخصصی بهش نمیگم، میگه وقتی که دو تا پدیدار با هم تطابق میکنن احتمالا اولی علت دومی، که اینا همراه همه دو تا پدیدار که با هم تباین پیدا میکنن، با آمدن اون یکی هم به اصطلاح اختلاف پیدا میکنه، اون هم
میتونه رابطه علی باشه که مثال های خیلی زیادی میزنه. و بالاخره با تغییرات یک پدیدار پدیدار دیگری هم تغییر میکنه، این هم یه رابطه بینشون هست. مثلا با افزای خیلی ساده، با افزایش اختلاف درجه حرارت در دو نقطه باد میوزه. علت باد پیدایش اختلاف درجه حرارت میان دو تا مکان که بین مثلا کرج و تهران باد میاد، برای اینکه اینجا هواش گرم داره و کرج مثلا سردتر بپرسه. این روش ها در واقع در انگلستان حاکم میشه، یعنی یک جور در انگلستان تبع علم تجربی به وجود میاد و این تسری پیدا میکنه در تمام به اصطلاح شؤون زندگی انسانی، چه سیاست، چه ادبیات، چه نمیدونم خیلی چیزهای دیگر. افکار فرانسیس بیکن حاکمیت عجیبی در غرب پیدا میکنه و همه جا صحبت از روشه، در فرانسه، در آلمان، در اسپانیا روش جدید، روش جدید جستجو. البته فراموش نباید کرد که این خانواده فرانسیس بیکن از قرون وسطا اینا اهل علم و دانش و تجربه و سیاست بودن. در قرن 13 راجرز بیکن هست، حالا این فرانسیس بیکن، راجرز بیکن از اجداد مستقیم فرانسیس بیکن که اون قرن 13 و این قرن 16 سه قرن خانواده در خط علمی کار کرد، اینا شناخته شده هست. و البته آخر عمر فرانسیس بیکن از کار برکنارش میکنن، تهمت ارتشا بهش میزنن که اون بحث دیگه در اینجا لازم نیست عنوان بکن. ولی نفر بعدی که شاید به یه معنای از فرانسیس بیکن مهمترم باشه دکارت، رنه دکارت. رنه دکارت فرانسویه و جوانتر از فرانسیس بیکنه، یعنی 96 متولد شده، 1750-51 فوت کرد، میلادی فوت کرده، یعنی جمعا 54 سال زندگی کرد. این هم یه روشی رو میخواد بنیانگذاری بکنه و اینجا از لحاظ تخصصی یه نکته ای رو باید توجه بکنیم که بیشتر کتاب های فرانسیس بیکن به زبان لاتینیه نه انگلیسی، بعضی هاش به زبان انگلیسی و تقریبا اکثر کتاب های دکارت هم به زبان لاتینیه به جز یک کتاب که به فرانسه هست. وقتی که متخصص های سطح بالا، استاد های دانشگاه ها این متون لاتینی رو با هم مقایسه کردن، متوجه یک نکته شدن راجع به این موضوع. رساله های زیادی در اروپا نوشته شد که دکارت الفاظش رو، اصطلاحاتش رو از فرانسیس بیکن گرفت. دو تا کتاب که لاتینیست این روشن‌تر، همون لغت میبینیم اونجا آمد اینجا آمد الاخر، ولی نتایجی که گرفته با فرانسیس بیکن بکنی فرق. این نمیگه عقل در مقابل طبیعت سر تعظیم فرود بیاره و تجربه همه چیزه، برای اینکه تجربه رو باید فهم کرد و که تجربه رخ میده حیوانات هم با همون تجربیات حسی ما روبرو هست، ولی تجربه رو متوجه نمیشن، فهم ندارن. و اینجا عقله که به تجربه اعتبار میده، میفهمه تجربه، ولی هم در روح هم با تجربه کردن یه نمیشه. حالا مثال های خندداری هست که در این زمینه میگه، گفتم من تکرار نمی کنم وقتگیره، ولی بعضی هاش خندداره. مثال ها که صرف تجربه وقتی نفهمیش فایده نداره، تجربه رو باید فهم بکنی، یعنی عقل ها نمیشه از تجربه کنار. درسته که علم توسط
مشاهده و آزمایش به وجود میاد. این درسته، ولی این مشاهده و آزمایش رو باید فهم کرد. یه منظره ای که از طبیعت دو نفر میبینه، نگاه دانشمند با نگاه شخص عادی خیلی فرق داره. اون چیزهای دیگری در طبیعت میبینه. این نشون میده که اون فهم بیشترش رو میتونه به کار ببره. فلسفه فرانسیس بیکن که مبتنی بر اصالت تجربه هست، مشاهده و آزمایشه. فلسفه دکارت مبتنی بر عقل و اصالت عقل، راسیونالیسم میگن. راسیو به زبان لاتینی یعنی عقل، ریزون، ریزون. البته اینجا من تعمدن چون راجع به دکارت فکر میکنم خیلی تخصص دارم که برای به جایی که حالا اینجا اصرار بکنم اونو، ولی یه نکته ای رو اینجا میخوام تخصصی بگم. وقتی میگیم به غربی، چه انگلیسی، چه فرانسه، چه ایتالیایی، اصالت عقل یعنی راسیونالیسم دکارت. این راسیون لاتینی در این حال به معنای جیره است، تقسیم کردن. یه چیزی که تا جیره بندی میکنید یعنی راسیون بهش میگن، جیره زمان جنگ، جیره نو، جیره گوش. این که تقسیم میکنید یعنی ذهن ریاضی میشه. اصالت، این نکته فنیه که باید درست فهمیده بشه، اصالت عقل دکارتی در واقع اصالت ریاضی. اصالت رو میده به ریاضیات، حالا به عقل سوری منظورش نیست. عقلی که به معنای منطق سوری ارسطویی اینجا نیست، ضد ارسطو. دکارت ضد منطق ارسطو، برای اینکه اون سوریه. این یک چوب، یه روش ریاضی رو عنوان میکنه که خودش هم ریاضیدانه و دکارت علاوه بر فلسفه، بزرگترین کشف دکارت بنیان گذاشتن هندسه تحلیلی است. یعنی هندسه یک موضوع مکانی، این تحلیل یه موضوع عقلی. یعنی عقل تجربه رو میفهمه و به صورت ریاضی در میاره و به صورت ریاضی بیان میکنه. علم، روش علمی در واقع یعنی روش ریاضی. این چیزیست که با دکارت در اروپا شروع، و قبل از دکارت حتی در فرانسیس بیکن نیست. فرانسیس بیکن از تجربه صحبت میکنه که خیلی خوبه، دکارت هم همون باز تجربه شد، ولی نمیگه تجربه رو چطور بیان کنید. در فلسفه و روش دکارت علوم تبدیل میشن به توابع، ایرگ مساویس با ایکس دو. اینه، این دکارت. یعنی یا ریاضی کار میکنی میشناسی، یا ریاضی کار نمیکنی فقط همینطوری حرف میزنی، چیزی رو نشناسی. این افراطی این کار میکنی که خیلی هم قبول ندارم، ولی به هر ترتیب من حالا اون قرن رو دارم بیان میکنم، قرن 17 هم بیان میکنم. این کاربرد ریاضی در تمام علوم به نظر دکارت چیز داره، امکان داره. ببینید دکارت علوم اصلی رو حالا میگه چهار تا علم اصلی در نظر بگیر. اولی جبر، دومی هندسه است، سومی مکانیک، چهارمی فیزیک. بعد که میگه فیزیک، فوسیس به یونانی یعنی کل طبیعی. هندسه، جبر، هندسه، مکانیک و کل طبیعیات، فوسیس یعنی میگه فیزیکو. اصلا خود لغت فیزیک یعنی طبیعت، فوسیسه میگه همه تو میدونی. خب میگه خود من دکارت جبر رو اعمال کردم در هندسه. چرا؟ من بنیانگذار هندسه تحلیلیم.
هندسه تحلیلی دکارت، یعنی بیان قضایای هندسی در قالب فرمول‌های جبری. خب هندسه اعمال میشه در مکانیک. مکانیک یعنی علم حرکت، چه روی زمین باشه چه در فضا باشه، اون میشه هیئت، اونم میشه روی زمین مکانیک. علم الهیئل میگن در فارسی. خب این اعمال، قوانین هندسه اعمال میشه در مکانیک، قوانین مکانیک اعمال میشه در فیزیک، یعنی کل طبیعت. اگر میخواهی طبیعت رو بشناسی باید با ریاضی طبیعت رو، با ریاضی طبیعت رو علمی میتونی بشناسی. برای هر کسی، هر کسی میدونه که ابر موجب باران میشه، ولی اون چیزی که نمیدونه اون درجه شدت ابر که ریاضی میشه و اون درجه شدت بارون میشه که نسبت اینا هم تغییرات متقارنه است، یعنی تغییرات اون در تغییرات این تاثیر. روش دکارت در غرب حاکم، حتی معماری شکل عوض میکنه. معماری دوره قرون وسطا که هیچی، معماری دوره تجدید حیات فرهنگی که مثلا نمونش واتیکان در رومه، تبدیل میشه به یه معماری بیش از بیش هندسی و معقول، یعنی کاملا هندسی و حتی زیبایی موقعی به وجود میاد که شکل هندسی متناسب پیدا کنه. قرن 17 هم قرن باخ‌های تزیینی نیست در اروپا که به صورت تب جنگلی نیست، باغایی هست که شکل هندسی بشته، آب نماها شکل هندسی داره، همه چیز هندسه زیبایی رو میسازه، لباس ها شکل هندسی پیدا میکنه. اینا دکارت و حاکمه. البته دکارت خیلی مهمه از آن روش، ولی یک چیزی رو از دست داده در مکانیکی که کلن بحث میکنه. مکانیک دکارتی، حرکت دکارتی ایستاست، ایستمند، و اون چی که بعدم بیاد ضد دکارت میشه کاربرد ریاضیات نیست، کاربرد عقل نیست، اونا همه قبول میکنه. یه چیزی که تازگی پیدا میکنه مکانیک پویاست. حالا من یه مثال براتون اینجا میزنم. اگر یک چرخی رو ما در یک سطح شیبداری قرار بدیم، این چرخ حرکت داره، من در رولش بدیم، یک گلوله رو از یک سر زیر قل بدیم، این حرکت داره، طبق مکانیک دکارت سرعت این گلوله در تمام نقاط اون شیب یک اندازه است، یعنی همینجا اینقدر، بعدش هم همونه. ولی تجربه به ما نشون میده که این سرعت افزایش میابه، ایستا نیست، پویاست، ام و دو میشه، نه ام و، ام جرمه و سرعته. فرمیرای جدید که میاد به جای ام و میشه ام و دو. اینا رو خب یک هلندی که به نظر من بزرگترین، بقیدیم شخص من، بزرگترین نابغه قرن 17 هم در اروپاست، بقیدیم یک هلندیست جوان به اسم هوگنس، هوگنس هلندی، هوگنس هلندی اینا رو کشف میکنه و فیلسوف هم نیست، در علم مکانیک و قوانین جدید. ولی هوگنس هم در نیوتن تاثیر میگذاره، هم در لایبنیتس که فیلسوف، لایبنیتس آلمانی اصالت عقلی است، تا حدودی دنبال روی دکارت،
ولی کن از اون طرف با ایستا بودن همه چیز مخالف، یعنی همه چیز در یک حرکت هسته‌ای. حتی یکی از اولین کسانی است که این بحث رو کرد، که البته فعلا در اسمش رو گذاشته موناد، اون ذرات لایتجزا رو اسمش رو گذاشته موناد، و یکی از مشهورترین کتابش موناد شناسیه. مونو یعنی یک، یعنی یک چیز. اون وقت موناد شناسی کتاب معروفیست از لایبنیتز. لایبنیتز مثل دکارت صرفاً به علوم نپرداخته، سیاست مدار بوده، از شهری به شهری دیگر مسافرت میکرده، سفیر آلمان در فرانسه و انگلستان بوده، قراردادهای سیاسی بسته. یه چیز عجیبی بهتون حالا میگم، خانواده به اصطلاح سلطنتی انگلستان رو به یه معنای لایبنیتز بنیان گذاری کرد، برای اینکه اونا دیگر خانواده های استوارت رو نمیخواستن به علتی که کاتولیک بودن، و لایبنیتز این خانواده ویندزور رو که ریشش جورج اول از آلمان رفته، یعنی قرارداد اینجوری شده که این خانواده ویندزور که ساکسون بودن اینا برن و بالاخره این خانواده جدید سلطنتی بنیان بکنه. یعنی تا این حده، یعنی سیاست مدار حتی گاهی چیز هم داره، خیلی سیاست مداره، یعنی مکار هم هست گاهی. یه آدم خیلی عجیبیه لایبنیتز، در اهل درس دادن اینا نبوده، ولی در این حال فیلسوف درس دادن، چون همه چیز رو بر اساس یه جور نیرو بحث میکنه، بر یک نوع پویایی بحث میکنه. هیچ چیز ایستا نیست در لایبنیتز. حالا بگذاریم این. بعد دیگه در اروپا اواخر قرن 17 فیزیک نیوتن بنیان میگیره، و نیوتن شما میدونید تا مثل اینکه 1817 مرده، یعنی 17 سال هم در قرن 18 زندگی کرد. وقتی که نیوتن اصول فیزیکیشو بحث میکنه، دیگه اون افکار پراکنده چه ویگنز باشه چه دکارت باشه چه افراد دیگری باشه که کار میکردن در این زمینه ها، عملا از بین میرن، یعنی به فراموشی سپرده میشن. برای اینکه از اواخر قرن 17 با چاپ شدن کتاب معروف نیوتن، حاکمیت علم، نمونه کامل علم فیزیک نیوتن، و من اسم این کتاب او رو تعمدن میخوام اینجا خیلی معذرت میخوام، ولی میخوام به انگلیسی بگم، برای اینکه یه نکاتی توی زبانش هست که باید اینو اگه میخواییم درست بفهمیم دقت کنیم. اسم کتاب اصلی نیوتن اینطوریست: Mathematical Principles of Philosophy of Nature and Its System. این اسم کتاب، یعنی اصول ریاضی، خوب دقت کن، یعنی اصول ریاضی فلسفه طبیعت. میگه فیلسوفی، میگه فلسفه طبیعت و نظام آن، اصول ریاضی فلسفه طبیعت و نظام. این اسم کتاب نیوتن. این اصول ریاضی که میگه، خب این وارث دکارت، یه اصول ریاضی میاد طبیعت رو بفهم، این هیچ. فلسفه میگه به سبب فلسفه طبیعت، یعنی به سبب کلیتش، یک نظریه کلی، خب اند و اینجا ایت سیستم و نظام آن، طبیعت رو از طریق اصول ریاضی میتوان نظاممند شناخت.
یعنی یک چیز یک نظام کلی بود. و این فیزیک نیوتن انقدر پیدا میکنه که بعد از اون تاریخ نمونه تمام علوم، یعنی این دیگه اون تاریخ هیچ چیزی علم نیست مگر به صورت، مگر اینکه در قالب فیزیک نیوتن بیان بشه. کسی که معارض فیزیک نیوتنه و معارض افکار نیوتنه، مخالفشه، حالا عجیبه ولی لایبنیتس، حق با لایبنیتس در میاد آخر زمان، برای اینکه در نیوتن زمان و مکان حاویه، داخل عالم نیستن، مثل که یه چیزیست که عالم در خود گرفت، زمان و مکان. در صورت که لایبنیتس با بازگشت به ارسطو نشون میده که زمان و مکان در دل عالم هست، نه اینکه ماتقدم نیستن، بهش میگن ماتقدم، یعنی از خارج اینه گرفته باشه، این خودشون رو در دل عالم. این بحث ها ادامه داره تا به امروز در کانت، اصلا تمام این بحث ها ادامه پیدا میکنه، از یه طرف لایبنیتس، از یه طرف نیوتن، ولی من با اون کاری ندارم. حالا ما به یه معنایی اگر بخوایم خلاصه گویی بکنیم، میرسیم به قرن 18.